آوین مصطفی زاده کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردبا از سلیمانی با ماست. به نظر میاد که تعداد اعدام‌ها ناگهان بسیار بالا رفته و الان فراخوانی برای اعتصاب عمومی در کردستان دادن گروه‌های مختلف. چقدر فکر می‌کنید که ممکنه اعتصابات اینچنینی، اعتراضات گسترده، سخنانی که سازمان‌های حقوق بشری دارن میگن تغییری ایجاد بکنه در رفتار حکومت؟ با سلام و درود خدمت شما و تسلیت خدمت این خانواده جانباختگان، اون چیزی که مشخصه اینه که جمهوری اسلامی به یک جنایت هولناک و وقیح دست داده در اعدام گروهی 4 مخالف خودش، که با وجود همه احترازات و کارزارهایی که و واکنشهایی که ما از داخل و خارج ایران میدیدیم، اما در این مورد و در موارد قبلی اعدام‌های زندانیان عقیدتی و سیاسی کرد را به شدت افزایش داده. این باعث شده که به نوعی داره یک مجازات دست جمعی از کینه‌ای که از کردستان به دل گرفته، داره این انتقام از مردم میگیره، به شعور اونا توهین میکنه، به مقاومت اونها را مجازات میکنه. و ما می‌بینیم که کردستان به این نیاز داره که جواب این یعنی حرکت‌های وقیحانه و جنایت‌های وقیحانه رو مردم کردستان جواب بدن. به همین دلیل یعنی فراخوان این احتسابات لازم دیده شد، چرا که مردم هم به شدت خشمگین هستن. و اینکه اگر یعنی پاسخی به جمهوری اسلامی داده نشه، قربانیان بیشتری یعنی خواهد گرفت. جمهوری اسلامی افراد بیشتری رو در صف اعدام داره در کردستان و به شدت اونا رو تهدید میکنه که اعدام خواهد کرد. به همین دلیل جواب باید از کردستان داده بشه. باید در این مرحله که جمهوری اسلامی این اعدام ها رو وقیحانه انجام داد، در کنار خانواده این جان باختگان و دادخواهی اونها باشیم. ما میبینیم که این جان باختگان در 15 دقیقه فرصتی که هر کدوم بعد از 19 ماه ناپدیدسازی کامل قهری داشتن، تنها خواستشون این بوده که راه اونها و راه هم سنگرانشون ادامه بدن و مقاومت کنن. و این مقاومت الان در یعنی به عنوان یک چرخه داره در بین خانواده های این جان باختگان و دادخواهان میچرخه و باید به جامعه راه پیدا کنه. ما همسران این زندانیان سیاسی اعدام شده را میبینیم که خواهان احتسابن توسط مردم کردستان. بیان همسر پژمان رو میبینیم که با یعنی اون موهای بریده از پسر 5 ساله از سبا به دست گرفته، که در طول مدتی که پدرش در ناپدیدسازی قهری بود اونا رو بلند کرده بود تا وقتی میاد بیرون اونها رو کوتاه کنه و الان کوتاه کرده، پیشکش به مقاومت کردستان کرده و نیاز داره، چون جمهوری اسلامی داره به یک مجازات دست جمعی در کردستان دست میزنه. و باید همین مردم هم جواب یعنی این خواسته خانواده های جان باختگان و آخرین سخنان این زندانیان سیاسی بود که مردم کردستان با اونا همراهی کنند. به نظر میاد که بسیاری در سراسر ایران و البته در کردستان به طور خاص متاثر شدن از این اعدام ها. با توجه به این دعوت به اعتصابی هم که شده، چقدر فکر میکنید که این اعدام ها ممکنه جرقه یک اعتراضات گسترده ای رو بزنه در کردستان؟ خب بله، واکنش ها بسیار گسترده بوده، تنها در سطح کردستان نبوده، در سطح نهادهای بین المللی ما یعنی واکنش های خیلی شدیدی رو میبینیم، در سطح یعنی از زندانیان سیاسی داخل زندان، زنان زندانی و شخصیت های مهم داریم، این واکنش ها رو میبینیم. و از طرف دیگه مردم یعنی به شدت آزرده و خشمگین هستند. من فکر میکنم احتسابات موفقیت آمیز بود، اما برای احترازات این که مردم اون مسیر رو مردم انتخاب میکنن که چه جوری یعنی به احترازات بیانجامه این احتسابات، چون ما باید توجه کنیم که جمهوری اسلامی به شدت داره جامعه کردستان رو سرکوب میکنه. ما همین مدت شاهد اختلال اینترنت و جولان نیروهای امنیتی بودیم، از دادن جنازه ها به خانواده ها خودداری شده تا اتفاقی صورت نگیره. یعنی خانواده ها به شدت تحت فشار قرار دارن، حتی این همسران خانواده ها نمیتونن با خانواده هاشون در داخل ایران تماس بگیرن، چون فشارهای امنیتی به شدت بالاست. اینو مردم رقم میزنن، ولی خب فکر میکنم احتساب مردم یعنی احتساب خواهند کرد. ممنونم از شما آوین مصطفی زاده، کنشگر حقوق بشر و سخنگوی سازمان حقوق بشری کردبا از سلیمانی عراق.